هر کلی بیا هم تاسو ټول ستړي مشي باز محمد مبارز را سره ده. خب مبارز عزیز اول جواب ته مشته وقتی که اینمی موقف در روی صحنه آمدن ما برای هیچ کس قابل قبول نبود و بدون شک هر کس در مسلکش رقیبای خود می داشته باشه و این رقیبا تصمیم گرفتن که چه رقم باید ما را تخریب بکنن. تخریبا را با انواع مختلف یا به خاطر ترور شخصیت ورزشی ما رقیبای ما شروع کردن که تا این لحظه را دوام داره ولی تمام تلاشایشان ناکام بوده. ما پیشتر گفتم یک کس را که خداوند عزت میده ولی کمی کل امپراتور دنیا هم در پشتشان باشه نمیتونه او را و اگر به عزت هم بسازه عین رقم است. به او خاطر تصمیم گرفتن گرو که باید ما را تخریب بکنن و کردن. حتی به سطح شبکه های بسیار کلان افغانستان در پارت خود آوردن، سازمان های بسیار زیاد کلان و 5-6-7 ورزشکار های عرفه ای یک جای شدن چلنج دادن و فهمیدن که یکی مبارز کده ما از لحاظ از اینکه موقف های ما ریکورد های ما فرق میکنه قبول نمیکنه این مسابقه را نمیکنن و از دیگه سو فهمیدن که بیاین می چلنج دادن یگانه راهی است که ما صدای ما را در جامعه مطرح میشه و ما نامکشی خود میکنیم مطرح میشیم و دست دادن برای یکی دیگه کل ما چهار دو بغل سرزی حمله میکنیم چلنج میتیم و در عین حال فیسبوک های بسیار تقلبی پیچ های بسیار به نام های نامگم مختلف جور کردن و تصویرهای ما به خاطر تخریب و گپ و سخن بسیار زیاد دست زدن ولی شکر فضل خدا باز به وقت رسید که ما حاضر شدم جواب کلش دادم. من گفتم آل بعد از البته بعد از 3 سال ما حاضر شدم در میدان من گفتم این آل اگر شما توانایی دارین واقع بیایی گفتم یک تا کت کلت مبارزه میکنم در گز در میدان ولی خوشبختانه با بانای مختلف کلشان میدان اعلام کردن حاضر نشدن در مسابقه فقط تاجای را بعض شورت خود به دست آوردن همین که مردم دیدون اون فایده شان بود و مو استادایشان یا کسی مشاورینشان بود واره که مشوره میداد هدفشان اون بود هدفشان را به دست آورد پس رفتن در جایشان. در اینجا من این عقل مثلا رقیبای میدانستم ولی رقابت که در داخل یک چوکات باشه یک رقابت سالم و خوب با جوان مردانه باشه برای من بسیار زیاد خوشایند است ولی اون رقابت که غیر سالم غیر ناجوان مارا از پشت سر مثالش که تیر میزنی خنجر میزنی مثالش فیسبوک ها یک ناق و بنامه او باز مزام منیتر او رقم من فکر میکنم او نه کار انسان است نه انسانیت است نه رقابت سالم است. بیاد که مبارز جان از این ورزش میبرویم دوستانه میشیم درست است؟ خوش برخورد هستین خوش طبیعت هستین. میخوایم اون خطرناکترین پرزی که سر کس رفتی چی بوده؟ والا پرزه خوب زیاد رفته یکی از ورزشکارا مرا چلنج داده بود باز ما حاضر شدم یکی از گپایم که اما تو بسیار سری چیز بودم پسان خودم ایران ماندم که چطور ای گپ زدی برش او را برش گفته بودم که اگر دیگه بیادبی کردی در تلویزیون حاضر شدی هر رقم گپا زدی قدر بزنم تا که یک ماه مادرت بالای سرت گریان کنه و چهره تا نشناسه که تو فلانی هستی. سر دخترها پرزه رفتی؟ اینجا عادت ندارم که من سر دخترها پرزه برم. دخترها سرت پرزه رفته؟ بسیار زیاد. ما برای کلگی مردم افغانستان، برای خواهرای ما، برای مادرای ما، برای برادرای ما، برای کلگی یکسان احترام دارم و به مسابقه یک ورزشکار کلگی باید مرا ببینه، کلگی به مسابقه یک ورزشکار مرا دوست داشته باشه و ما قلباً عمیقاً بر کلگی مرد و زن، خود و کلان، پیر جوان احترام دارم. بله، عروسی کردین؟ بله، عروسی کردین. یک عروسی یا دوتا؟ من مردم خیلی یک عروسی میکنم. بلال عروسی دوی من داری؟ خوشبختانه که هیچ پلان ندارم در این برنامه. بید، یک چیز دیگه پس مبارز میگم ورزشکار که اول چقدر قوی باشه باز یک چیزک داره که یک ترسک داره از خاله
یکی از دوستا بود در بیمار بود گفتم پلان رسید ما داری گفت حالا دارم خال فعلا مسجد تام گفت یخ هست گفت برنامه نشر شد در مسجد تام باز جای ندارم ما خود خاصت ما بسیار فرق میکنم با دیگه مردا شاید یکی ما ترس از فامیلیم ندارم یا از خانمم ترس ندارم و سخت برش احترام دارم برای حق و حقوقش سخت احترام دارم و برش احترام قائل هستم و عهد و پیمان ما ایست که هیچ وقت در برابر فامیلم خیانت نکنم و این کار که داشته باشم ضرور نیست که ما از او ترس داشته باشم و بزرگترین احترام برای فامیلت اونم وفاداریت هست بله. و این دو جانبه میشه همیشه و بین ما و فامیلم یا خانمم یک رفاقت است یک دوستی است یک اندیوالی است و یک میر و محبت خدایی است که در بین ما انداخته طفلای ما بسیار زیاد دوست دارم و کل ما زندگی ما خوش دارم سپری کنم با خانمم با طفلایم خیر بینی میخوایی که اولاد تو یک وقت واردش مقام بلنده بگیره؟ من خب بسیار زیاد خوش دارم اول خب اولادایم اهل سالی مزار خدمت برای بله. فامیلش به پدر مادرش به مردمش تقدیم شود ولی خوش دارم بلی یکی از من فعلا دو بچه دارم یک دختر یک دارم آرزو دارم یکی از بچه هایم رای مرا تعقیب بکنه و من مو استعداد دردیش میبینم میبینی ولی مادرشان خوش داره خبرنگار یا یک جورنالیست خوب شود مرا میگه مادرش میگه همه قدر که تو جنگ میکنی جنگ کردی و زدی و خوردی بس از سیر شده و جنگ بلکه یا یک جورنالیست و یا یک دکتر شد بله انشالله با آرزوی خود برسن جالبترین خاطره کودکی تمشنیم ولی در یادم نیست ها از جوانی تمشنیم چی جالب باشه چی بگویم چیز بابا گفت حبیب جان بگه بگو که خاطره جوانی تقریبا داشتم عالم خب فعلا تو نیست که مثال چند سال عمر دارید مبارز ما 32 ساله شدیم 32 سال نام خدا مبارز عزیز با ورزشکارایی که از نام ورزشکار سوء استفاده میکنه چی گفتنی دارین برش ببین ما همیشه گپای ما، مصاحبای ما، گفتنای ما، نشستای ما، محفلای ما یک سوء تفاهم، یک انقلاب به بین جامعه به خصوص در بین مسلکایم خلق میکنه. اوی است که ما همیشه از حقیقت صحبت میکنم. و نمیبینم دوست و رفیق آنچه که حقیقت است، ایمان و وجدان ما صحبت میکنم. قهرمان شدن یا قهرمانی تنها در یک مشت زدن و لغت زدن نیست باید یک قهرمان قهرمان واقعی باشه یک پهلوان پهلوان واقعی جامعه و مردمش باشه پهلوان فامیلش باشه بله حالا من میتونم یا دیگه کس میتونه که این مشت لغت صد تا رو بزنه چپه کنه ولی نزاکت های یک ورزشکار اخلاق یک ورزشکار باید در وجودش داشته باشه رفتار و گفتار و ایمان یک ورزشکار باید در وجودش داشته باشه او این است که آدم باید رفتارش در بین جامعه به مسابقه یک ورزشکار مثل یک گلگو باشه که هزاران نوجوان دیگه از 5 ساله تا 20 ساله و 25 ساله او را الگو قرار بده عکتایش عکس العملایش گپایش خوی خیاستش اینه اون کارهای خوبش نیک کارهای خرابش ما اید مناسب نمیبینم برای یک ورزشکار که در جای یک محفل یک تلویزیون خندی بی جای گپای بی مورد بی منطق بی سوادی بزنه و او باعث شود که نام ورزشکار خراب بکنه و هر عکس العملش هر گپش باید به نفع مردمش باشه به نفع مسلکایش باشه به نفع دوستا و فامیلش باشه ایره یک ورزشکار واقعی یک قهرمان واقعی ایره ما برش گفته میتونیم ولی من بسیار خوش هستم که
امروز در جامعه زندگی میکنیم که همگی همگی را میشناسه، خواه خواست و کرکترهای کلگی را میفهمه و خداوند جل جلاله او اول مرا هدایت بده با تمام مردم بخصوص کلگی ورشکارا و قهرمانا را که خصلت یک ورشکار و واقعی در وجودش داشته. خیلی تشکر دوستان عزیز، میریم طرف یک وقفه. پس برمی‌گردیم.